بینیدای گل سلام، خوشبخت هستم که بازم روز آشپزخانه فرا رسیده و ما و شما ساعتهای زیاده را با هم سپری میکنیم و در آشپزخانه میباشیم. روزایی به خوبی امیدوار هستم که سپری کرده باشین و روزای خوشی داشته باشین که همه بسیار بیروبار و میمانداری و اینا را داشتن و من بسیار تلفون های زیاده از دوستا آشنایا و بینندهای گل خود گرفتم که بسیار زیاد بود، یعنی واقعا از حد معمول اضافه تر مسیج و از مسنجرم تلفون ها و صداها رو مانده بودن، عکس ها رو مان کرده بودن که من بسیار احساس خوشی میکنم و تشکر میکنم از همه بیننده های من و همچنان رقیمه جان و کریمه جان، دو دوست عزیز و بیننده گل ما از ساکرامنتو کالیفرنیا و لاس ویگاس هم تلفن کرده بودن، با من ساعت ها گپ زدن، قصه های خود کردیم و از دوران صنف 7 و 8 لیسه سوریا حکایت ها کردیم و تجربه های خود به هم دیگه گفتیم که حتی قصه بابگه که مکتب کردیم که چقدر سختگیر بود و با یک چوب دراز همش در سر یک چوکی دادن دروازه مکتب شده بود و هیچ کس را شور خوردن نمی ماند. و همه تو از نسیمه جان سرتیم باسکتبال مکتب ما قصه کردیم و از نسرین جان ساید قصه کردیم که در دورانهایی که من صنف هفتم بودم اونا صنف های بالاتر بودن و در تیم بازی میکردن و من تازه در تیم رفته بودم و از نای جان ساید هم قصه کردیم که متاسفانه او در بین ما نیست، قربانی همی گتوتی ها و مظاهرات و اینا بود که با من در مکتب سوریا هم یک جا بود، رفیقم بود و باز خواست که از مکتب سوریا در مکتب نوبی بلخی بره، صنف 7 بودیم، خدا مغفرتش کنه. اما تو مسیج های دیگه زیاد گرفتم، دیروز هم دیانا جان روستایی به من زنگ زده بود و گفت که فهیمه جان من قرمه چلو سبزی را پخته کردم و در اسنای از اینکه او را پخته کرده بودم دفعه دلم شد که این نان خشک که در ویدیو دیدم گفتم من باید از این نان خشک از من پخته کنم و نان خشکم پخته کردم. یا کیف کردی سبزی چلو باور کن که سبزی ها و گوشت ها را با نان خشک خوردم، دستی که خوشم آمد، دفعه نان خشک دلم شده بود. و همه تو رویا جان نصرتی از کالیفرنیا زنگ زده بود که گفت که پروگرام ها چقدر به دلش هست، مخصوصا درخت ها اولی و قسمت دیگدان بسیار برش دیوانه کننده بود. گفت که من هر وقتی که قسمت دیگدان رو میبینم دلم بیال بیال میشه. من بسیار یک چیز ساده جور کردیم، من نمیفهم که چرا اصلا این گذاشته های کابل است، این دیگدان های کابل است و او اجاق های کابل است که این اجاق ما را بر همگی ارزشمند ساخته. و روی جان گفت که چقدر گلا و درخت ها و اینا را خوش داره. اما تو در مسنجر خود بر من گلا و اینا خود روان کرد که واقعا گلایش بسیار مقبول بود. من هیچ گمان نمی کردم که همگی قدر گلا رو خوش داشته باشن و درخت ها رو پرورش کنن و اینا. و از روزی که پروگرام جور شده همه یک تشویق عجیب غریب شدن، خانما علاقه گرفتن به آشپزخانه و اولی و من بسیار خوشحال هستم. شکر که این پروگرام مفید واقع شده و جای شکر است که همگی سرگرم راه مثبت شدن و به جای تشویش ها و گپ های ناقی و جار جنجال های فامیلی در پروگرام یا سرگرم شدن که واقعا برای خودشان، برای روانشان و برای پیش آمد و کرکترشان هم بسیار کمک میکنه که اینا متوجه از این خانداری و زندگی مفید و مثبت شوند. به هر حال امروز خبر خوش دارم براتون، چیزی را جور میکنیم که بسیار بسیار بیننده‌های ما ماتل از او بودن و او پنیر خام است که البته در بین فامیل ما قصه پنیر خام هم بسیار زیاد است که ما خود ما میفهمیم، بر شما نمیگم. و پنیر خام شیر کار داره، مایه کار داره. تمام پروگرام ما شما سرمی مایه پنیر خام است که ایره باید از یوتیوب، از آمازون، از هر جایی که
براتون مناسب تر است. این را فرمایش بتین اول، قیمت از $15 است و شما میتونید که این را باید براتون یادآور شوم که این اصلا بر پنیرهای خارجی است، یعنی پنیرهایی که سویسی است، پنیرهای ایتالیایی و امریکایی و همه پنیراست. این را ما از امریکا به دست آوردیم. شما هم میتونید که این را از سایت های اینترنتی به دست بیارین و برازی تنها اینمی شیر کار است و اینمی مایه پنیر. البته ما شما در افغانستان به شکل بسیار طبیعیش که از یک حیوان از بز یا چیز کدام قسمتش می گرفتن و در شیر دکه می دادن و شیر به پنیر تبدیل می شد، مایه می کرد. اما در اینجا او چیزا نیست، شما مجبور هستین که این مایه را اردر کنید، یا ممکن است که بعضی نفرها از لیمو و یا سرکه یا چیزهای دیگه خودشان تجربه خود داشته باشند. امکان داره، من نمیفهم، اما من پنیر خام همیشه از این مایه جور میکنم و ریسپتش هم اینجاست که اگر بخواین که حرفای نام از این مایه را داشته باشین که درست در اینترنت سرچ کنین، در این کاغذ براتون نشته کردیم. ما شما برای داشتن مایه شیر البته یک قاشق خرد ضرورت داریم و همه تو درجایی که من اصلا زیاد پالیدم، درجه ای از 100 شروع شده که اید به درد آدم نمیخوره در حساب شیر، و ای که از 20 شروع شده یک کمک کمک میکنه اما زیاد نه. بهترین ترک و بهترین چانس ما شما افغانایی است که همی کلکک خرد خود که همیشه با خود داریم و هیچ جای فراموش ما نمیشه، در هیچ روک و هیچ جای هم مانده نمیشه، مثل از اینا که نارگم کنیم، همی کلک خود همیشه با هم با خود داریم. از امو خاطر من همیشه از کلک خود استفاده میکنم و بر شما میگم که کلکتان وقتی که در شیر داخل کنین، یک بند کلکتان باید در شیر نسوزه. شیر در این جوش نمیخوره، بلکه تنها کم گرم میشه. فکرتان خوب بگیرین و همی تکوهای که شما زیاد در موردش پرسان کردین که تکی داکه در کجا یافت میشه، در والمارت و تمام مغازا یافت میشه، در قسمت مواد آشپزخانه اینه تو پکیت است، چند دانه درش هست و شما اگر یکی از این رو باز میکنین میبینین که تکی داکه نازک چار کنج جور شده که شما میتونین از این اگر دلخواهیتان بود میتونین خلطه جور کنین و اگر دلخواهیتان نبود میتونین همه تو ایره در سر چلو صاف پرتین، بشوین، پرتین و به این پنیرتان جای به جای کنین. همه تو من که عاشق پنیر هستم و آخرهای هفته همیشه ما پنیر جور میکنیم، حداقل هفته یک بار من پنیر جور میکنم و این خلطه را من خودم بعد از خود دوختیم. ببینید عین امون خلطایی که در افغانستان بود که پنیر در قسمت پایانی از این جای به جای می شد و این خلطه آسان در یک جای بند می شد و هیچ پرابلم نداره، او از قسمت پایانیش چکیده می ره و پنیر در قسمت پایانی در اینجا جای به جای می شد. حالا چون ما شما اگر من این را با خلطه یادتان بتم، ممکن است که همه بیننده های ما خلطه نداشته باشه، بهترین راه ما ایست که از امی تکه استفاده میکنیم و همه تو یک چیز برای اندازه کردنه که یک لیتر فکس برتان نشان بتم، من این را پلان کردیم و همه تو از تجربه خود که من همیشه پنیر خام جور میکنم، ما یک نشته برتان کردیم که شما را کمک خواد کرد. مقدار اندازه مایه همیش در این رسیب ای بر پنیرهای امریکایی است. شما اشتباه نکنین که در اینجا نشته کرده چند قدره و شما ای را ببینین و بگوین که نه، چرا فایمه جان گفت که قاشق و این قدره است. این بر پنیرهای امریکایی است، برای پنیرهای سویسی است، برای منتالر، برای چیزهای دیگه، برای پنیرهای دیگه، انواع و اقسام پنیرهای که از این جور میشه. تجربه ما افغانا، تجربه خود من مخصوصا در این مدت درازه که من خودم هر هفته پنیر جور میکنم، مقدارهای پنیر مایه را
در مقدار پنیر شیر زیاد و شیر کم ما براتون نوشته کردیم که امیدوار هستم از این استفاده کنین و پنیرتون درست بیاید. بیننده های گلم، من میسی را گرفتم، شیر و اینایش دادم و اونو جایه که چپرکتکش دخترم برش خریده. ببینید کودقه خوش داره و مجرده که نان خدا میخوره پس میده و قرار کنه خواه میکنه و تو خواه مزش میده که تو برابر و قدش ما که دیدیم گفتیم سعی کنم مرواریدک چه خوب چپرکتک بر از این جور کنه و آورده بسیار بسیار ده خوش است. بینندای گلم، 9 لیتر شیر میمانین در دیگ، شما میتونین که کمتر بانین، تمام مقدارای شیر با مایه که چقدر پرتین در کاغذک که براتون دادیم توجه کنین، از او استفاده کنین. دورای دیگه اگر من با دستای خود دست میزنم سعی کنین، هر چقدر دست خود بانم باید نسوزه و این نمیسوزه. درجه دیگ باید بسیار ملایم باشه، حوصله کنین، به این کار شیر جوش نمیخوره، در پنیر خام شیر جوش نمیخوره، بلکه تنا عمق گرم میشه که مثل که بر طفل گرم میکنین، از اون کلا کمتر گرم میشه. و اگر این درجه را که خریدیم در این داخل کنیم، باید در تمام عصای شیر ایره دور بدین. اول شیرتان با یک قاشق شور بدین یا کفگیر یک چیزه که شیر تمامش حرارتش با هم یکی شود، که بفهمید که زیر دیگ گرم و بالای دیگ سرد نباشه. بعد از او ایره در تمام عصای دیگ دور میدین تا که حرارت بفهمید که چند است. حرارت باید زیر سرد باشه، این 98 هم پایین تر باشه که عمق باید شوه. یک دقیقه صبر میکنیم و بهترینش ایست که شما باید به هیچ چیز اعتماد نکنین جز انگشت دستتان و همه تو از انگشت دستتان استفاده کنین. سعی کنین من هر قدره که انگشت دست خود در شیر بانم باعث سوختنش نمیشه. همه که گرم است که مثل که حرارت بدن ماست، 37 یا 38 درجه. و بهترینش ما براتون میگم که اینمی نقل دست خود ماست که از دستتان استفاده کنین، هیچ غلطی نمی کنین. شیر در پنیر خام جوش نمی خورد، تکرارن براتون میگم. و تنها همی شیر که اینمه قدر گرم شد کفایت میکنه، مایه خود میگیریم و چون شیر که من بر پنیر مصرف میکنم 9 لیتر است، بناهن من 6 قاشق از این 6 قاشق خرد استفاده میکنم. سعی کنین 1, 2, 3, 4, 5, 6. بعد از اینکه ایر انداختین استاپ نمیکنین، سرپوش چیزتان رو بسته میکنین که چپه نشه. آل قاشق گرفته، کفگیر گرفته، ایره پوره 5 دقیقه همه تو شور میدین تا وقتی که پنیرتان شیرتان غلیظ شوه و حالت ماسه بگیره. الان شما خودتان در این میبینین که وقتی که ایره شور بتین آستا آستا هم توصله کنین، الان نکنین شور دادن، استاپ نکنین، ایره شور بتین شور بتین. ای خودش یک وقت میرزه که شکل شیرتان تغییر میخوره، خود به خود تغییر میخوره، ده نمی شور دادن ها. و بازو وقت وقت است که استاپ میکنین شور دادن ها. اینو عزیزای گلم ببینین، اینا 5 دقیقه که اینمت شور بتین شور بتین، سعی کنین کنمو شیره را که کم گرم بود اینا با شور دادن اینمی مایه سعی کنیم که چقدر غلیظ شد. ببینید دیدین اینمی شور دادن اینا تو شد. خب دیدین ایناله اینمی را که اینا تو شد، دیدین این از پیش ببینید، سعی کنید به اینی حالت رسیده. اینمی را دیگه شور نمیتین، این را سرش بسته میکنین میمونین که تا اینمی شیر و اینمی پنیر
از دور و دور دیک جدا شود، از دور و دور دیک او خود بکشه و از اینی قسمت های دیک خودش جدا شود، که من براتون او را زنده نشان میتم که چطور است. سرپوش دیگه میمانیم آلی را بر یک نیم ساعت تقریبا همه تو میمانیم تا همه تو را که گفتم اوش برایه. بیننده های گل من، حال آمدیم در قسمت دوم پروگرام که در ضمن از این که پنیر در دیگ تا که او خود جدا کنم ماست فرصت استفاده میکنیم و حال یک بیننده ما نه که چندین بیننده ما تقاضا کردن که شما همیشه دولی در دیگ کلان، اجاق کلان در شرایط اولی که دارین آشپزی میکنین و برای فامیلای کلان برای 20-30 نفر نان پخته میکنین. شما هیچ وقت به فکر کسایی که در آپارتمان هستن و در شرایط سخت مهاجرت هستن و یا تازه آمدن به امریکا و اینا در آپارتمان ها چندین بچه یا چندین دختر در یک جای هستن و اونا یک داش دارن و اینا، اونا چطور بتانن که غذای ارزان تهیه کنن که پروتین هم باشه، بتانن از جوانایی که سپورت میکنن و اونا یه غذای خوب بخورن، ساده بخورن، به این موسم بهارم مناسب باشه. من امروز تخصیص دادم بر امو تعداده که بسیار شکایت کرده بودن و گله داشتن که چرا شما همیشه نانهای قیمتی تهیه میکنین و همیشه گوشته های گوسفند تهیه میکنین که ما نمیتونیم بخوریم. بنابراین من برای شما عزیزا پایه های مرغ که فقط امو قسمت خوردیش هست برتان تهیه کردیم که امیدوار هستم این طرف توجهتان قرار بگیره و برای کسایی که در آپارتمان ها هستن این غذای ساده و حتی بچه های عزیز ما که گفتن که ما نمیخواییم که زیاد پیاز ریزه کنیم و دیگ ریزه کنیم و قرمه کنیم و بانجانمی ریزه کنیم، ما میخواییم یک غذای بسیار سمپل که کده دو مواد ختم شود بر ما نشان بتین و این هم همین پای مرغ است که فقط شما کار دارین این مواد و این مواد و اسب دلخواه شما. من می کار کردم که ما نه سیر مندازیم نه پیاز مندازیم، هیچ چیز نمندازیم، ما فقط این همی مساله را که تیار همراه همی مرغ در دکان عربی و یا ایرانی یا افغانی موجود است، شما بچه ها و یا دخترهایی که مهاجر هستین و تازه آمدین و حتی خانم های عزیز ما که میخواین که روز راحت تر باشن در ویکند که فامیل خود که اولادهای خود تایم زیادتر داشته باشن از همی میتود استفاده کنن که مواد گرفته و می مرغ خود علاوه میکنیم همین مواد را که خریده بودیم. البته گوشت 5 کیلو است، شما میتونید که مرغتان هر قدر که تعداد نفرتان است به تعداد نفرتان شما اضافه کنید. این مواد بود و این هم مواد دیگه است که از مرغ و گوشت و کباب و همه چیز است، ایره هم در دکان ها شما میتونید در والمارت، در رستوران دیپو، در کاسکو، در همه جای است. ایره هم یک دو سه قاشق از این هم مندازیم، یک قاشق، دو قاشق و سه قاشق. دیگه هیچ چیز کار نداریم، همه طور که خواستین که آسان باشه، سمپل باشه، همه تو آسان است. فقط یک ذره روغن درش اضافه میکنیم و یک چند قدری هم آب لیمو. دیدید که واقعا بچه های عزیز ما بتونن که یه غذای تهیه کنن که برشون قابل تهیه کردن باشه و این زحمت به اونا نشه. ای از اونمو جمله غذا هست و ارزانترین غذا هم برای جوان ها هست که با سالات های مختلف میتونن که ایره نوش جان کنن و امروز ما سالات لوبیای سفید هم بر اون تعداد که گوشت نمیخورن و ویژیتیریان هستن یا اصلا نمیتونن گوشت خوش ندارن، برای اونا هم ما لوبیای سفید تهیه میکنم که براتون نشان میتونم و هم غذای بسیار ارزان اما بسیار غذای رژیم است که اگر بخواین که گوشت نخورین و برین نخورین میتونین از او کار بگیرین. ایره من تو میمانم و تمام میشه. ایره نیم
بیننده های گلم بعد از اینکه نیره همه تاخته کردیم سی دقیقه میمانیم که استراحت کنه بعد از او در روک داش مانده در داش برای یک ساعت به درجه 400 میمانیم بریان میشه تمام. عزیزای گل من ممکن است از بعض دانایتون در نیم ساعت ای اوج دا کنن در اضافه تر اگر شما سعی میکنین و دیگه تان انتشور میتین میبینین که پنیر در داخل کلش خدا یک جای ساخته اگر تو بود خو خوب اگر نبود بازم بانین از ما اینال ببینین که هایش جدا شده و پنیر جدا شده اینال ایره گرفته میدیم و دستشوی حالا در دستشوی خود یک دانه چلو صاف میمانیم و از امون دستمالایی که بود دستمالا را که ما وقت شوشتیم پاک و ستره هست ای را شوشتیم بازم یک هاب میکشیم و در چلو صاف انوار میکنیم البته باید دستشوی پاک باشه اگر نبود در زیرش یک تشت کلانتر میمانیم که در پنیر تا ناسیب نرسه با یک ظرف همیشه اگر از پیش عکاسی شوه خوبتر میشه برای اینکه من وقتی که میگیرم دیده شوه که سعی کنین آبم داره پنیرم داره اینا را اول که چون سنگی رسدید یک مقدارش همه تا به چلو صاف نقل میدیم اگر شما خواستین اوش بر نگاهداری خود پنیر نگاه میکنین در غیر از او باز من آب نمک هم براتون یاد میتم که چطور بتانین آب و نمک یک جای کنین به چی مقدار که براتون بر نگاهداری پنیرتان خوب باشه این را درست بیمانیم که بقیش هم بتانیم آیستان سفر کنیم از چهار سون ای را جمع میکنین من دای مخلطه را دارم که خلطه بسیار آسانتر کار انجام میده از این کده ای را با خودش کده یکی از طرفاش یک گره میزنین دورزی یک گره میزنین اما که قایم شوه اما تو من یک بند دیگه دارم که ای را قایم تر بسته میکنم که باز نشه یک تکه یک توته تکه یا یک بند سفید هر چیزی که شما در دسترستان دارین میتونین استفاده کنین این خوب قایم بسته میکنین که خطا نخوره اما تو این را دوباره از قسمت های اضافیش شما یک گری دو تا گری دیگه میزنین که مثل یک بند خلطه شود که شما بتونین این را در یک چیز اویزان کنین اگر یک درخت دارین یا چوب دارین یا هر چیزی که دارین شرایطتان دیده کارتان بکنین من این را در سایت میارم و چلو صاف در زیرش میمانم من این حال چون دیگه شرایط در اتاق ندارم من از این قسمت دستشوی خود استفاده میکنم یک بوتل از زیر آشگز میمانم و آشگز را درون میکنم بسیار ساده از شرایط آشپزخانه خود برای این کار من استفاده میکنم که شما هم میتونین که استفاده کنین و یک چلو صاف در زیر از این هم بگذارین که در چیز تماس نخورد یعنی پاک نگهداری شود و همه تو وقتی که ایره اینجا ماندین در دم از این بر از این کشور نخوره این سنگ گرنگ سنگ هونگ خود استفاده میکنم تا که یک مقدار آب اضافی از این بره مثل خلطه اگر این کار در مو خلطه میکردیم خوبتر بود من به خاطر این کار انجام ندادم که شماهایی که خلطه ندارین از امی توتای تکه استفاده میکنین بنان شما باید بفهمین که به چی طریقه او را اویزان کنین که اویزافیش بره اینال تقریبا نیم ساعت تا که ایره تا وقت اینجا میمانیم که آب رفتن تیزش به قطرات او تبدیل شوه به مجرده که دیدیم که او قدره قدره می آید وقت
ای را داخل یخچال میمانیم که بازم من براتون نشان میدم. بیننده های گل میبینید انار او از پنیر جدا شده رفته، اما او قدر نمانید که اوش برای که بیخی سخت شود. ما شما پنیر خام جور میکنیم. انار ای را از این میکشیم و در یک چلو صافک چوچه میمانیم که زیرش پس یک چیز دیگه داشته باشه، چون ایره در یخچال میمانیم و ایره دوباره باز میکنیم از این حالت که داره. ایره باز میکنیم و پنیره را از هر طرفش سعی کنین انوز او داره. میبینین دست من؟ وقتی پچک میکنین انوز او داره، مانایش ایست که اینمقه کتینمقه او باید این نگه داری شوه و ایره از هر طرف پچک میکنین که پنیرتان گرد و خوبش برابر به می ظرفتان بیایم و این گریه های را که به خاطر قایم کردن آویزان کردن کرده بودین این را هم باز میکنین که اینا سر پنیر اگه بیایه پنیر باز نمیمونه که قدر صاف و خوبش بیایه. از اون خاطر باید اینا را واز کنین، همراه دستان پچک کنین، دوباره مثل تکه عادی در روی از این جای به جای کنین که باید در پنیرتان قالب پچک شدگی چیز نباشه. و همه تا اگر در خلطه بیزانش کنین خواهمو چاپ خلطه را میگیره مثل کابل میشه. من همیش همه تو میکنم، اما چون شما شرایط ندارین از این میتود کار میگیریم. این را با می آب که داره ببینین، در زیرش هم آب میبینین، با می آبش شما میمانین، در یخچال میگذاریم برای چند ساعت بعد از اوی درست میشه. دلبرکای گل من، حالا آمدیم در قسمت تا ای که پنیر مایه بگیره در یخچال و مرغ مخته شد. باز فرصت استفاده میکنیم سلاته لوبیا خود جور میکنیم. البته باید براتون یادآور شم که لوبیا وقت تر نمیشه. این لوبیا را اگر شما وقت تر میکنه این لوبیا نش میزنه، اتو خدا پاره پاره میکنه، در طرف کج و اج میره و او مقبولی را که شما میخواین که برای سلات لوبیا داشته باشین نمیتونید. و این لوبیا خوبترین لوبیا است برای کسایی که رژیم دارن یا میخواین چربی خود کم کنن یا در موسم تابستان میخواین که سلات های رنگ و رنگ بخورن. اینجا اینو تو معلوم میشه دانایش کلان کلان است، بسیار خوبش است و همه تو باز به سلات میبینین که چی مقبولی میکشه. این را میگیریم و میشویم و به دیگ مندازیم که نیم ساعت به حرارت تیز یا نزدیک و متوسط جوش بخوره که مثل که همه هرچی به جوش میتیم. این را میشویم و در دیگ مندازم و قبلا ماندیم که وقت سیف شوه و لوبیا رو شوشتیم پاک صدره در مندازیم و یک شور میتیم سرش بسته میکنیم. نیم ساعت میمانیم که این لوبیا ارمقه پخته شوه که ما ضرورت داریم، بسیار باید نشاره. امیدوار است قبط شوه. بیننده های گلیم، آن آمدیم در قسمت سوال ها. من سوال هایتون رو به سر چشم جواب میتم. امیدوار استم که شما هم به دقت توجه کنین و اونا را خوب گوش کنین. من این هفته اینقدر سوال تنها دارم بر جواب دادن که به کلش یادداشت کردیم. امیدوار استم که شما هم دقت کنین. بیننده چندین بیننده ما در مورد چکه، ماست و قروت پرسیده بودن که من در دوکان ایرانی رفتم و این قروت ایرانی که تنها چندین نوع دیگهش در یخچال موجود بود که من از بینشان یکی را گرفتم که برای شما نشان بدم که تا ببینین به فارسی نوشته شده قروت که شما میتونین که استفاده کنین. همه تو یک یوگورتی است که یه هم نشته کده کوکینگ یوگورت که اینی شاید هم برای قروتی کار بده. ببینید در سرش نشته شده و همه تو شما گفتین چکه و اینا رو ما از کجا پیدا کنیم. چکه هم در شهر ما فقط در کاسکو یک نمیش است که من کاسکو نرفتم به این هفته و تنها همین زورکریم هایی که انواع و اقسامش بود برای شما گرفتم تا شما بفهمید که اینا هم کار چکر میتن
اگر شما سیر پرتین و با ما سیر مخلوط کنین یا با قروت مخلوط کنین اینا، باز هم میتونین که به جای از او استفاده قروت کنین یا از چکر کنین. و این هم از دکان های عربی و ایرانی است که بسیار مزه خوبش داره و بر سلات ها، بر سلات ماس، بر قروتی، برای همه چیز میتونین از این استفاده کنین که خوبترین و مزدارترین کلش بر بورانی بانجان اینا، مزدارترین کلش اگر از من میشنوین یه است. اما بازم چانس خودتون دارین، دقت کنین، نامای زیره توجه کنین که دوباره به این مشکلات بر نخورین. بیننده های گل ما که در باره ماشپلو پرسان کرده بودن که خودت کدام ماشپلو استفاده کردی، چون دانه های برنج بسیار کشیده و خوب معلوم شد که دل ما را هاب داد. لطفا پاکت برنجتان بر ما در صفحه تلویزیون پرتین. این هم برنج مادر است که من زیادتر وقت از این برنج مادر استفاده می کنم و برنج مادر به هر پخت آدم، به پلو یا چلو، به دم پخت و همه چیزا کار می ده و با هر مکسی که آدم با ماش امرایش کنه یا امرای عدس یا امرای دیگر چیزا، یه بسیار پخت خوبه برتون نتیجه می ده. و همه تو بیننده های گل ما که از پروگرام ماشپلو اولی در قسمت منقل بسیار پرسش ها کردن که منقلتان از کجا پیدا کردین. منقل ما در سایت ها، در همه سایت ها، در آمازون دات کام اگر شما برین یک دونه ایش ببینین، یک دونه ایش هست که در این سایت میتونین شما یک دونه ایش بدست بیارین، برین ببینین قیمت هایش، رقم رقمش، قدش، اندازه شه، بر جای داده که دارین خوب اول براتون معلوم کنین، بعد از او آردر کنین. و همه تو سیدونه ایشه که من دارم هم موجود است که میتونین که در عین وقت چندین چیزه در عین وقت پخته کنین و کارتون آسان شه برای ویکندا که همه که دولی میشینن. این هم پرسش از او عزیزای ما بود. برنجا که جواب دادیم، یک بیننده ما به نام نیلا کریمی گفته که مستوه را بر ما لطفا در لست بگیرین که بخیر جور کنین. حتما بخیر. بیننده های زیاد ما در قسمت مرچه، اذیت مرچه که چطور از شهرش خلاص شویم، ما چی کنیم که از شهر مرچه خلاص شویم. ولی این مشکل من جز شما هستم. یکانه مشکلی که من در آشپزخانه دولی و در گاراژ دارم همی آمدن و حمله مرچه هاست که اینا تعدادشان روز به روز وقتی گرمی میشه به اندازه زیاد میشه که ناراحت کننده است، اعصاب آدم را خراب میکنن. و مالمدار که میگن که دوا میزنیم چاره ندارم، ما چی کنیم؟ من هم مثل شما از همی مواد که به داخل خانه مرچه ها را میزنین، من میزنم که برای سه ماه این دوا کار میتونه که فاید میکنه. بعد از اینکه تاثیرات از این دوا خلاص شد، بازم ما باید باز تکرار کنیم این کارم. بسیاری از دوستای ما یک کاغذ تاول آشپزخانه را میگیرن و برتون نشان بدم که یک کاغذ تاول آشپزخانه را میگیرن و این را قط قط میکنن. کسایی که نمیخواین بوی تفت و اینا بلند شوه، ایره در اولی در بیرون اسپری را شور میتن و در ایره اینه تو میکنن و در اسپری ایره خوب دستکش میپوشن، ماسک هم میپوشن که خوب نیستی فکرتان باشه. همه تو من تجربه خود در قسمت از این شرشا هم دارم که ایره به داخل خانه استفاده نمیکنم. گفتن که هر جایی که سوراخ مرچه از اونجا حرکت میکنه و بیرون میبره، در اونجا ایره تو تابلیت هکاست سرش واز میکنین، البته دستکش تو میداشته باشین، ایره چند قدره را در سوراخش مندازین یا در درزی که میبراین مندازین. باز باد از او، اما این خوبتر ایست که در داخل خانه ایره استفاده نکنین، بر گاراج اولی اینا نتیجه خوبتر میده چون اونجا پاکاری ویایش آسانتر است. داخل خانه اگه ای چسبید باز یکمک دچار مشکلات میکنیتونه. همه تو برازی که داخل خانه دیگه مرچه نیه، ایره تنها نمیتونین، من تجربه خودم میگم،
در داخل خانه شما نمیتونید که تنها داخل خانه را دواپوشی کنید. شما اول باید از بیرون شروع کنید که مرچه را از بین ببرید. و برای این کار اینی اسپری اولی است که شما ای را میگیرین و بسیار آسان تنها ای پایان میشه و ای بانا میشه که اینجا پچق میشه و تمام سردای دور خانه را تعمیل که در زندگی میکنین دور و دور از او را از اوتساید از طرف بیرون میگردین و اسپری میکنین که اول باید از بیرون مانع شوین که مرچه به داخل خانه از رای ورسی ها، از رای هواکش ها، از رای سویچ ها و اینا. مرچه ها همیشه از بیرون داخل خانه می آیند. و شما اگر بتانین سردای خانه را از بیرون جلوگیری کنین و اونا را دقت کنین که دوای مرچه بزنین هر سه ماه یا یک ماه اگر زیاد است براول، باز بعد از او هر سه ماه این کار را دوام بتین، مرچه را انشالله که در کنترل می داشته باشین. گرچه که موضوع مرچه همین سه ماه گرمی است. و یک رای دیگه هم برای آشپزخانه و تشناب من خودم دارم که او پاک کردن سر کانترها، دیوالای آشپزخانه و تشناب، شستنش و پاک کردنش با این مواد بلیچ همراه لیمو ارزان ترین در والمارت است که من این استفاده میکنم، هم زود پاک میکنه و هم بوی که ازش باقی میمانه باعث ازی میشه که مرچه ها یا زیاد علاقه نداشته باشن که به امید بیاید آمد و رفت کنن. این هم یکی از میتودهای بسیار ساده و ارزانش است که اینا چون بسیار همیشه قیمت هستن، شما میتونین که اگر اونا رو خوش ندارین، مثل موارد اسما دارین، حساسیت دارین، زیاد استفاده نمیتونین، من از این مواد در دستمال میزنم و همه جای کتش پاک میکنم با دستکش، بسیار کتش راحت تر هستم. بیننده دیگه ما در مسنجر نوشته بودن که خاله جان من میخوایم که در شیر برنج خود یا در بعضی چیزهای خود آب گلاب در کابل مادرک منداخت. ما میخواییم که آب گلاب پیدا کنیم. آب گلاب بوتلش چه قسم معلوم میشه؟ لطفاً بر ما نشان بدید. آب گلاب در دکانهای ایرانی، افغانی، عربی به انواع و اقسامش یاب میشه که یکی از نمونایش نیست مادرک گلاب و خودت میتونی که دمو جایی که این مسئله و اینا هست این بوتلای عرق گلاب همونجا هست اگر خودت دقت کنی انواع و اقسامش به قیمتهای مختلف و به اندازهای مختلف وجود داره که اینی یکی از دانه هاییست که بسیار اقتصادی و بسیار اندازه خوب هم هست برای اشخاص کنن. بیننده دیگه ما که در قسمت ورقای داش یا صفحای داش که ما کلچه ها را میمانیم، مرغ را میمانیم، هرچی را میمانیم سوال کرده بودن که من اگر فایمه جان امرای او سیمک های چوچی که خودت نشان دادی اگر من اونا را بشویم بر از اونا خوب نیست، داغ میشن. معلومدار راست میگه، دیگاه ناسوزه و ظرفایی را که در داش میمانیم که ناسوز هستن اونا را با او سیمک ها نمیشویم. سیمک ها فقط برای دیگاه نیکلی، دیگاه چوانی و ظرف های آینی هستن، نه برای ناسوز ها. من از کدام مواد استفاده کنم که بتانم که راحت باشم؟ عزیز گلم، خودت که کار میکنی و وقت هم نداری برای شکیدن و ششتن خانه های داشت، همه تو زرورق ها برای باربکیو، برای داشت، برای کیک، برای کلچه، برای همه چیز در بازار به اندازه های مختلف و فرم های مختلف، حتی نازکایش برای کلچه ها هم وجود داره که برای یک بار استفاده است. بعضی نفرا میخواین که میرن بازم بشوین و خوش کنن و دفعه دیگه استفاده کنن که موضوع خودتان است، اما اینا برای یک دفعه استفاده هستن که شما میتونید در پارتی ها و در حالت عادی در ویکند ها برای داشت برای همه چیز اینا رو استفاده کنید. یا تا سر آتش باربکی هم مانده میشه، هیچ ترس نداشته باشین که این برای یک دفعه استفاده است و این مجبور نیستین که بوشید
استفاده میکنین و اوشو مندازین. امیدوار هستم که این بیننده گل ما رای خدا یافته باشه که از این با چی کنه، یا که روی ورقای ناسوزتانه با زرورق یا کاغذ که ما برای کلچه استفاده میکنیم، کاغذهای چرب استفاده کنین که خود ظرف داشتان زیاد چتل نشه و این هم یک راه است که میتونه که شما را کمک کنه. رایمه جان صافی از آلم نشته کرده که نارنج پلو تهیه کنین، بخیر میکنیم اما که یک ذره از گیر مش پلو و پلو قابلی و اینا خلاص شویم، یک مدت بگذره باز یک پلو دیگر را تهیه میکنیم. زارا جان یا زورا جان از خاطر بوتاهای توت ها گفته که مقصدشان پرون، بخیالیم که بوتاهای توت ها و ایناست، که گفته که ما چند سال، دو سال میشه که اینه داریم و قدش بلند شده، هیچ میوه نمیکنه، فقط امسال 6 دانه توت کده یا از توت های دیگه آلو چیزا کده. من نمیفهمم که بوتهشان بوته چی است. او هم 6 دانه کرد، دیگه هیچ زیاد نمیکنه، نمیفهم که چی کنیم. عزیز دلم، این همه با موادهایی که برتان نشان دادم باید از زیرش پرتین، خاک نو پرتین. بوتاها اوی کافی کار دارن که هیچ وقت فراموش نکنین که اوی کافی اونا رو بتین و همیشه اونا رو در چیز مثل چله انگور واره اویزان نگاه کنین که هوا بخورن. انشالله که موادشان زیاد شد و پرو و خاک تازه بتین، حتما نتیجه خوب میتن. نصیبه جان هاشمی درباره برادر کوچکم گفته بودن که چقدر خوشحال شدن که او در نحسا کار میکنه و او نصیبه جان آرزو داره که یک وقت داینده اگر بتانه در نحسا کار کنه، یکی از آرزوهای بزرگ زندگیش است. من برات آرزو میکنم که کامیاب شوی، بخی به نحسا بودی که من میدی این روز ما رو یاد خود کدی، بخیر تو یک دختر لایق هستی، وقت آرزوهایت قدر بزرگ است و قدر زحمت میکشی، حتما نتیجهش روز میگیری. ما از خودت میشنویم که یک روز بخیر در نرسا داخل شدی. اما تو یک بیننده عزیز دیگه ما نشته کرده که فایمه جان تنها سیره در مشپلو نمیموندن، بلکه اشتقام در قدیم ها مادرهای ما و مادر کلانهای ما در دم برنج میموندن که بسیار مزدار و عالی میامد. من یادم آمد تامیال که شما میگفت نزده بودین هیچ فکرم نبود، به خدا قدیم ها یادم آمد که مادر و مادر کلانم عین کار رو میکرد. شما راست میگین و اگر بارهای دیگر مشپلو بخته کردیم حتما اشتقه در دمش به جای سیر هم میمانیم، یاردیش هم میمانیم. تشکر از این که این پوینت بر ما گفتین، ما به همه بیننده ها گفتیم تا متوجه شوند که در مشپلو خود اشتقه فراموش نکنند. دلبرکای من نیم ساعت لوبیا پوره شد، میبینید که لوبیا درست صفحه پخته شده و میبینید لوبیا باید به اینی اندازه پخته شود، زیاد شاله نشه که به درد ما نمیخوره. سلاته باید لوبیا هایش درست درست باشه. اما تو در زیر چلوساف خود یک ظرف هم میبونیم که اول لوبیا رو بکار دارم. اول لوبیا از فایده دارترین چیز است که ما میتونیم که بر خود داشته باشیم به جای چای نوشیدنی ها استفاده کنیم. اگر یک قدر آب لیمو هم درش پرتیم بخوریم بسیار بسیار خوبش است. این از این چلوساف در این چلوساف میمانیم و این آب لوبیا را که بسیار بارزش است، فقط آب لیمو و نمک کار داره که یک نوشیدنی بسیار مکمل و خوب است. این لوبیا را خود میگیریم و با آب سرد آب کش میکنیم. این را به خاطر میکنیم که هم لوبیا زود سرد شود و هم لوبیا سلامتر و چیلی اصلی لوبیا برای که همیتو سفیری که بود همیتو سفیر شود. آب نلم شیر گرم است، برای زید که حال حرارت به خاطر قدر گرم است که آب یخم گرم کرده. برحال همه که میکنیم که یک آب کشش میکنیم. تمام شد، این از آب میکشیم
اینجا بگذاریم که آبش بره. عزیزای گلم آل آمدیم، ببینیم لوبیا را شوشتیم درست کردیم و از آب هم کشیدیم، آب کش کردیم، در ظرف خود سرد شد انداختیم. حالا در قسمت ساسش اول کوشش میکنیم که یک ساس مزه‌دار جور کنیم. بازم مثل همیشه باشین که مصرف شده که بیا یک قاشق دو قاشق در ریسیپ دو قاشق است، مگر من سه قاشق مندازم به خاطر از اینکه مواد من زیاد است. همتا مقداری از روغن هم اندازیم، نیم گلاس روغن است، نیم گلاس روغن هم اندازیم، نیم گلاس آب لیمو یا سرکه، هر کدامش که دلتان است. سرکه سیب هم اینجا داریم، اگر شما آب لیمو رو نمیخواهید میتونین سرکه سیب استفاده کنین. دو قاشق مرچ سیاه، یک قاشق، دو قاشق مرچ سیاه، ای هم دو قاشق سیر تازه است که آلردی است، و دو قاشق هم یا یک قاشق هم نمک که نمک کم باشه بر ما خوبتر است، به خاطر خودم که فشار بلند دارم. اینا را با هم میکس میکنیم. اگر شما خواسته باشین از طحین و یا مصالحای دیگه استفاده کنین به دلخواهتان میتونین، مگر من در این همه تنا طبیعی میخواهیم که همین مواد باشه. طحین و مرچ سرخ و اینا را زیاد در این نمیندازم، برای از این خوارزادگرکای و اینا مرچ زیاد مرچ خور نیستن، مخصوصا مرچ سرخ زیاد مصرف نمیکنین. این شد از ساسش، این رو میمانیم در سایت. ایناله نوش پیاز و اینا رو گرفتم. به اندازه لوبیا ببینین اندازه خود لوبیا به مو اندازه که هست، نوش پیاز هم تقریبا حداقل نصف امو اندازه میبریم که خود لوبیا هست که دلایش مقبول معلوم شود، اما زیاد میده نباشه و زیاد درشت هم نباشه. اینا رو به این سلات خود بند علاوه میکنیم. همه تا مرچ دلمه رو میگیریم. داخلش خراب است، باید یکی دیگه شو بگیرم. ایش که فضل خدا درست بود داخلش. این را ریزه میکنیم. مرچ دلمه بسیار مفاد زیاد داره، مخصوصا سرخش که در این وقت کرونا بسیار به درد میخوره. فکرتان باشه که همیشه در سلاتای گرم، سلات های میکس و انواع و اقسام سلات ها این بسیار خوب است که شما گد کنید که هم برای مقبولیش برتان خوبش میسازه و هم برای از این که برای وجودتان فایده های زیاد داره. بسیار خوب است که این را علاوه کنید. کردم و چندان تیز نکردم، باید یک کردک دیگه خدا بگیرم که زودتر و خوبتر ببرم. عزیزای گلم این همه تو گشنیچی طلوی را برای از این کار انتخاب کنین، به خاطر که یکی دو روز، سه روز، چهار روزه که این سلاتتان در یخچال میمانه به گرمی، گشنیچی خود ما زود، بسیار زود خراب میشه. از او خاطر گشنیچی طلایی مقاومتش زیادتر است و در این سلا مناسبتر است. او را این انتخاب کنید، برتون خوب است، فایده خودتان میشه.
همه تو بادرنگ و مرچ پیاز سرخ هم در این سلات فراموش نکنید. کیره هم ریزه کنید. بسیار خوبش معلوم میشه. و تمام ترکاری هایی که خوش دارین یا شکل ریزه کردن خودتون خوش دارین و میخواین که به اون شکل خودتون خوش دارین و آسان براتون است، اونم تو ریزه کنین. همه چیزه به رقمش به سلاتتون اضافه کنین. همه تو بادرنگ و اینا رو من کلش ریزه میکنم به خاطر از اینکه وقت شما رو زیاد نگیرم. نمیشه، مجبور هستم که وقت رو سیف کنم و قبل از قطع کنم. همینطور ریزه کردن بادرنگ یادتان باشه که هر رقمی که دستتان داشت میخوانه و بی خطر است اونم تو ریزه کنین براتون. من ریزه کردن سلات بسیار خوش دارم و واقعا ازش لذت میبرم. ببینین امیال که سلات سعی میکنم چقدر احساس خوشی برادم دست میده که سلات میبینه با یم رنگ ها با یم مقبولی ها. با ما باشین. بخیر وکی کار ختم کردم. ساسش نمیندازیم، ساسش نگاه میکنیم در وقتی که مصرف میکنیم ساسش وقت بندازیم که سلات های ما خسته نشن. تشکر عزیزای دل من. بینینده های گل من داشته به 400 زدیم، هنوز چیز نشده، گرم نیست، اما ما ایره میمانیم میریم برای خواندن کومنت ها. وقتی که ایده داشت باشه خودش پخته میشه، ضرور نیست ما چیز کنیم. ما میریم در بیرون برای خواندن کومنت هایتان که خوشحال باشیم. بیننده های گلم، حال امروز آمدیم در بلندی سلوپ ما که کل قریه ما، کل منطقه ما معلوم میشه. از اونجا میخواییم که یه پیشنهادات و انتقادات و کومنت های شما را بخوانیم. سوهیلا احمدزای نوشته کرده که سلام از طرف مادر و دختر به فایمه جان گل ناز، موفق باشی، عید قربان مبارک، عید خوش و به امید آرامی افغانستان گنجینه ناتوان. دست ها و انگشت های طلاییت جور و سعادتمند باشد. تشکر سوهیلا قندم، لطف داری، خودت بسیار مهربان هستی. سعید امین نوشته کرده که سلام بانوی عزیز فایمه جان، شما یک کتابی از خاطرات وطن ما هستین. تشکر میکنم ازتون. از کلچه خطایی یک خاطره شیرین دارم. روز نظر به تکه خانه زنانه یعنی بی بی زینب میرفتم. من 6 ساله بودم، چون بچه ها اجازه نداشت مادرم مرا مخفی تیر میکرد. شما یک فامیل محترم با تحصیلات عالی افتخار افغان هستید. همه زحمات بدریق ما مادر بزرگوار شما که مشپلوتان عرف نداشت دستایتان درد نکنه، سلامت باشین، بسیار ما را خوش ساخت. تشکر بیادرک گلم سعید جان. حسنیه جان از آلمان نوشته که 5 طفل داره و مدت 7 سال است در آلمان زندگی میکنه. برنامه ما را دوست داره و آرزو داره نامه خود را در برنامه ما بشنوه. این حسنیه جان قندولی امروز مسیج تا شنیدی. اولیاشا نوشته کرده که 81 دانه قلب روان کرده و 8 دانه سمبول دیگه دوستی روان کرده که به من از حوصله مندیش واقعا واقعا آفرین میتونم. و از ما مادر و دختر تشکری کرده و خواهش هم کرده که بسیار با حوصله هستیم، یه هم از زحمت را که میکشیم در عوض به ما محبت ارسال داشته. تشکر اولیا جان قندول ما. برادر گلم از ترکیه رو اشتا کرده که اسم من احمد است و گفته که هر قدر سیر باشم باور کو خواهر نازم که وقت آشپزی و غذای خوش رنگ و خوشمزه و با سلیقه ای که جوره نداره میبینم گشنه میشم، اثر گشنه میشم. جور صحتمند باشی خواهر نازم. تشکر برادرک گلم از ترکیه احمد جان. کوثر جان اکبر نوشته کرده که سلام خواهر جان نازم، نام خدا با این ماش پلو
ما بولانی کدو و کچالو پخته بودم، دلم نشد با دیدن این لقمه نان زود تیاری ماشپله و گرفتم. مثل شما پخته بتوانم خوش آرام باشین. امیدوار هستم که بهتر از ما بتونی. کریمه جان نبوی از گریس لندن نوشته: خواهر نازنینم، من بسیار پروگرام خودت را خوش دارم، خداوند همیشه خودت را عمر طولانی بدهد و کامیاب داشته باشد. بیننده های گل ما، اینی فاصله را که شما میبینین، اینی فاصله سر بولایی را من به بسیار مشکلات پایان شدم، بسیار سخت بود در گرمی، اگر دیگر باشه خوب میشم، اگر در چاش بسیار بسیار سخت است. به هر حال همش از خاطر شما کردم که باشه یک منظره دیگه، یک تصویر دیگه، یک چیز دیگه به دست از شما باشه که دق نیارین و تماشا کنین، ببینین که جنگل پشت سرمون چقدر خشک شده. به هر حال ملالای جان ردوال نوشته کرده که: سلام فایمه جان، ملالای رسا هستم، در بلژیم زندگی میکنم، از قصه های خوبتان لذت میبرم. زمانهایی که در چندول زندگی میکردیم، اما قصه های شما مرا به یاد خاطرات گذشته میبرد که دیگر تکرار نمیشود. پروگرام شما را تماشا میکنم و به دوستان و فامیل ها میفرستم تا آنها هم چیزهای بیاموزند. خوشبخت و سعدمند باشید با خانواده های محترمتان. تشکر جانم ملالای جان رسا. احمد سلطانی نوشته کرده که نوشته: من بیننده تمام پروگرام های مفید و ارزشمند تان هستم، بسیار با حوصله همه چیز را درست میکنید، من از شما چیزهای زیاد آموختم. تشکر. خوشحال هستم بیادر گلم که شما از ما چیزهای آموختین. ما هم بسیار چیزها را از مردها و آقایان میآموزیم که جای خوشی است. راضیه جان امیدی نشته کرده که: همیشه چشم برای ویدیوهای ماست و قصه مادر جانم و سوانه فامیلی ما برایش بسیار دوست داشتنی بوده، مخصوصا مادرم، و خواسته که اسمش را فراموش نکنیم و گفته که حتما نام من را بگیرین که در پروگرامتان راضیه حمیدی هستم. تشکر راضیه جان از این که حرمت و قدر شناسی قسمت فامیل ما مخصوصا مادر جانم کردی. جان سپاس، خداوند فامیلت با برو و عزت داشته باشه. بیننده های گلم، قصیه جان که همیشه مثل دخترم باره، همیشه مسیج نشته میکنه و همیشه هر دقیقه و هر روز و هر ساعت یک مسیج روان میکنه، بازم این کار کرده و گفته که این دفعه باید من نامش در برنامه بگیرم. که قصیه جان، امیدوار هستم امرای اولادکایت خوش آرام باشی. مادر مریم جان سعادت نشته کرده که: نام خدا برتان، همیش خوش و سلامت باشید، با فامیل محترمتان زیاد خوشم آمد که با هم نزدیک هستید، دخترتان را هم برایتان خداوند حفظ کند، خوشبختی های جگرگوشه ایتان را ببینید. ما گشنه و تشنه فامیل خود هستم، از همشان دور هستم. عید شما فامیل محترمتان مبارک باشه. قربان قلب پر از محبت شما، از دعایتان فراموش نشوم، عاشقتان هستم. تشکر مریم جان، ما بسیار خوش شدم از این مسیج مهربان و خوب و پر از لطف خودت، که چقدر لطف داری. در این وقتا بیننده های ما، دوستای ما، عزیزای ما، همه نفرهایی که پروگرام های ما را سعی میکنه، بر علاوه تشویق و محبت و لطف و چیزایی که در حق روادار هستن، اینا یک خوشحالی عجیب غریب از دیدن پروگرام های ما میکنن و میگن که پروگرام ها روز بر روز خوب شده میره. من احساس میکنم واقعا، من خودم سلامتی خود وقت احساس میکنم، فکر میکنم که روز بر روز روی خودم چقدر فرق کرده، چقدر انرژی مثبت در وجود ما آمده. همه تو رویا جان نصرتی میگفت دیدن فیلم های خودت فایمه جان بر ما یک انرژی مثبت میده، حدسته که خوب است، حدسته که درست است. من امیدوار هستم که بهتر از حال شوه و امیدوار هستم که شما خانم ها واقعا در این دوران کرونا، در این دوران جنگ، در این نارامی هایی که ما شما همه با هم داریم، حداقل یک فرصت پیدا کنیم که دوباره قوت و قدرت بگیریم. بسیار مزید کار خوش هستم.
پروین جان امیری نوشته کرده که عیدتان خوجسته و مبارک باد، سالیان سال در کنار خانواده زندگی و آرام زندگی کنید، آرام سرشار از عشق و صمیمیت داشته باشین. بینده تمام پروگرامایتون هستم با دخترکم که 8 ماه است و اولین فرزندم است. خداوند فرزندت برات جور داشته باشه، سلامت داشته باشه و با هم خوش داشته باشین و زمی ایامتان استفاده کنین که تا چشم به هم زدنی فراموش میکنین که تایم چه قسم گذشت و خاطرات خوش حفظ کنین. یک دوست عزیز دیگه ما به نام HRAMIS نشته کرده که این پروگرام ما بود، ما مخصوصا آنجا که گفتید مزه مشپلو رازمیسی بپرسید بسیار خوش ما آمد و خوبش بود، راست هم میگید. خب پروانی نشته کرده که سلام خواهر جان، چقدر کدبانو هستی، نام خدا ماشاءالله از حوصله مندی شما. نام خود، نام من سیما است و من از سویدن شما را تماشا میکنم. عیف که من نوشته یاد ندارم، خدا میداند که دلش چی میشد که برای ما بنویسه، کاش حرف دلش را مینوشت. میالم همه قدر که نوشتی بسیار با آسانی ما خواندیم، بسیار خوبم نوشتی خواهر جان، هیچ چرت نزن. یک دوست دیگه ما خاطر یک بیننده ما نشته کرده که خاطر مریضی کار نمیکنم، حالا صفحه یوتیوب شما مصروفیت من و پروگرام زندگی من شده. هفته ای که شروع می شود خوش می باشم که روز سه‌شنبه برنامه نو شما به یوتیوب می آید. ببخشید که بسیار مسیج زیاد دراز نوشتم، رویت را می بوسم. خواهر عزیز من، من هم سال 1365 از فاکولته طب فارغ شدم. شما نمیدونم کدام سال به فاکولته طب درس میدادید. به آرزوی صدمندی شما و عید خوش با همه فامیل برایتان آرزو میکنم. عزیز گلم، از آل گذشته 38 سال 39 سال پیش از امروز من صنف اول طب مالجی و طب دندان و صنف دوم در طب کونه دیپارتمنت ما بود، در اونجا ساتای سپورتشان نوت میدادیم. زکی حبیب هم از قندهار به ما نوشته که اولین بیننده ماست که از ولایت قندهار بر ما نوشته. زکی جان حبیب بسیار تشکر از مسیج خودت. لیلما مینا نوشته کرده که خواهر عزیز، من مدت 1 ماه که بسیار مریض بودم، چشم من صفحه توپ را خوب دیده نمیتوانست چون فشار بلند داشتم، اما تلفن خود را به تلویزیون وصل میکردم و هر روز یک برنامه شما را می دیدم. من خرد بودم که مادر خود را از دست دادم و در عالم بیمادری با فاکولته طب من هم میمونی های پدرم را با همه جانم پیش می بردم، اما با آن هم به اندازه شما پروفیشنل یاد نداشتم. قربان دستای شما، از شما بسیار زیاد آموختم، شکر خدا. و مخصوصا در قسمت گل و درخت ها، ما هم در جرمنی هوای بسیار فعلا در جرمنی ما هم در جرمنی هوای بسیار خراب، مخصوصا در آمبورگ. من باز هم میخواهم از مسیج من یادآوری کنید، من در سیرایی کارتی سی زندگی میکردم و معاینه خانه داشتم. حالا اولادهای خود را به تنهایی بزرگ کردم. دختر بزرگ من به گوگل آمبورگ بعد از ختم فاکولته کار میکند و دختر دوم من وکیل است و پسرم شرکت سافیر دارد. خودم حالا کار نمیکنم و به خانه هستم. بیننده گلم لیلما جان، بسیار از خواندن مسیج خودت خوشحال شدیم، شکر خدا که اولادکایت به ثمر رسیده و همه گیشان تحصیلات خود به آخر رسانده و خودت که خانم هستی و اولادها را قدر خوب تربیه کردی. ما همه خانم ها داشپزخانه که صدای تو را میشنویم به افتخار میکنیم، خوشحال هستیم که در بین ما تو خانم های قهرمان وجود داره. عزیزای گلم، ما میخوایم پیش از این که مواد مرغ پخته شوه برتون او نمک که چه قسم پنیر در او نگهداری میکنین او را برتان یاد بتم که از این باد که پنیر جور میکنین باید نگهداری شام یاد زمیمیش است که یاد داشته باشین. این او خود پنیر است که ما شما میال ساختیم چند سال پیش، ای را داریم. اگه ای را نگاه میکنین برتان خوبتر است نگاه میشه. این او است که من 8 قاشق
این اندازه قاشق نانخوری در این نمک انداختیم و این آب عادی است که هیچ نمک نداره. اگر شما یک دانه تخمه بخواین در آب که نمک نداره پرتین، ببینین بسیار کم شو میکنه که تخم بسیار به بسیار زامت میتونه که یک برابر به یک پیسی خورد اندازه خود بیرون از آب میکشه و نشان میده که بیرون آب است. ببینین به اینی اندازه خوب اندازه شه به یاد با حافظتون بگیرین. و همه تو اگر ما همی تخمه امیال پیش نظرتون در این آب نمک پرتم ناله، میبینین که چقدر در این شو میکنه. ببینین تقریبا نصف از تخم شو میکنه، نشان میده که بیرون از آب است و این خودش نشان میده که آب نمکدار برای نگهداری همه چیز مناسبتر و خوبتر است. مخصوصا پنیرها، ترشیها یا ترکاریها را اگر جوش میتین داخل آب نمک به یخچال نگاه میکنین برای مدت دراز نگاه میشه. همه تو نظر به پا اندازه پنیرتان، نمکتان چقدر او ضرورت دارین، اما او نمک پرتین و یک دانه تخمه دایش امتحان کنین. این وقت است که برابر به اوای بازار که پنیران رو نگهداری میکنن برمو قدرت محافظوی ای او اما نمک داره که پنیر رو بتانه مدت دراز نگاه کنن از روی قضاوت امی تخم. تشکر که بیننده ما بودین. عزیزای ما مرغ پخته شده، مرغ هم میکشیم. همینطور که گفتم بتانه شوهرم از بیرون آمد، از کار رخصت شد، آمد و گفت که این بوی مرغ تا این سرک پیش روی آمده. از امون خاطر گفتم که اگر از این مواد مرغ بزنین یعنی دیوانه کنین، نمی باشه کسی نمی باشه که این مرغ بویشه به دماغش برسه و اشتیاش نیه که مرغ نخوره. از امون خاطر باید از امی ساس بخرین و کسایی که در پارتمان هستن و یا بر اپتایزر هم این مرغ بسیار مزه میته. یک ساعت بعد اینو تو پخته شده که بلندش میکنی میخواه که تکه تکه شده و من به بسیار امانتی اینا را میگیرم که اذیت نشن که امو مقبولیشان از بین نره. عزیزای من اگه این شما برای اپتایزر تو مرغ تهیه میکنین هم بسیار خوب معلوم میشه که تا که میمان های دیگه می آیا ای را می گیرن و یک ذره مصروف میشن بسیار مزدار میشه. ما میشه ای را به حیث اپتایزر هم استفاده میکنیم. بینندای گل من ببینید پنیر دمو هاوی که من گفتم تانه هنوز هم هست دمو خلطه هاو یوش نگاه میکنیم که یوش کار می آیا ای را گرفته میریم در ظرفی که باید پنیر بانیم که پنیر عزیزر نشه. اینجا ظرف ما را خود آماده کردیم و دستمال پس میکنیم. البته پنیر اگر اضافه بود یا چیز میتونید پس در اوش بانید، یا که پنیر اگر اضافه بود میخواستین نگاه کنین بر دیگر روزایتان میتونید که پنیر در او نمک هم بگذارید. ببینید بسم الله سعی کنید اینجا بانم. مگم این پنیر رقم دیگه پنیران نیست، بسیار نازک است، بسیار ملایم است، زود پاش پاش میشه. و اگر من براتون توته کنم باز میبینید که این پنیر فرق داره همراه دیگه پنیران و این پنیر خام است. میبینید و چی سادگی این بدون از این که شما کدام چیز بکنید این پنیر توته میشه. ببینید وقتی اگر من یک توتی از ایرام بکشم ببینید که این پنیر نرم است. پنیر نرم است که خودتان ببینید که مثل کشمش پنیر نیست. از او خاطر پنیر خام با کشمش پنیر اینا فرق داره که من براتون گفتم که ببینید اما پنیر ملایمه که من براتون میگم. اگر باز خواستین اگر اضافه بود میتونید او نمک کنید. میدنده های گلم سالات لوبیا هم درست شده. ببینید چقدر خوب معلوم میشه مزهش. خوب فکر کنید که مزهش چقدر زیاد خواد باشه. این در این قسمت میمانم برای از این که در هر بشقاب بتانیم که او را پرتیم
و همه تا ساس شکه پیش رویتان تیار کردم. این یک شور میتم و ساس زیره مندازیم. ببینید با انداختن ساس سلاته و کلی ایواز میشه. دسته که پنیر قصیش کردم اون سلاته رو پنیر میگم. و چقدر داشت پسخانه آدم نام ها را میگیره و گرفتن نام ها هم آدم به اشتباه مندازه که یکی از سخت‌ترین شیوه کار در آشپزخانه است. ببینید چقدر گلم پیش از اینکه ختم برنامه را اعلان کنیم، اولا ما میپردازم به یادآوری نامایی که در مسنجر بر من همه ایشان مسیج روان کرده بودن. من نمیتونم که تمام این مسیج ها را بر شما بخوانم، هیچ وقت کفایت نمیکنه، تنها اسمای شما را به یادآوری میکنم. فرزانه نبیزاد، اسما عزیز، نایی جان، مریم، نسیم کازمی، فرزانه امیدی، سویس، سنا یوسفی، مدینه امید، امیده جان قریشی، سریا جان سلیمی، ماری جان با دخترک نازدانش که عکس مقبولشان برمروان کرده. بسیار تشکر، خداوند دخترکت کلان کنه، ناز بسیار ناز بود. زوال امید، آبده جان نصرتی، بلقیس نوری، یاسمین جواد، رویا جان نصرتی که هم اکسا و گلاویا را در مسنجر برمرسال کرده بود. بیننده های عزیز، از تک تکتان، از هر کدامتان بسیار ممنون هستم. تشکر میکنم که شما قضاوت کشیدین. باید در این قسمت یادآور شوم که حتی میتونین شما گاهی هم اگر اپتایزر دور میکردین میتونین که پای های مرغ یک دانیشه بگیرین و با این زرق های آشپزخانه پت کنین که این میشه که نفرها این را به شکل اپتایزر اما تا بسیار به صورت پاک و صدره مصرف کنن که به این شکل هستن. بسیار خوب معلوم میشه و سعی کنین از اطالت عادی که اگر تایم داشتین بر میمانهایتون این کار کنین، بسیار خوب معلوم میشه. این بود پروگرام امروز ما. امیدوار هستم طرف توجهتان قرار گرفته باشه و کسایی که ویجیتیریان بود و میخواستن که همیشه گوشت پخته نکنیم از این سلات لوبیا در فصل گرمای تابستان که حال همه جای گرمی است استفاده کنین و روزهایی رو به یخچال بانین نگهداری میشه. هر روز مقدارش در پلوی هر غذایی که داشتین استفاده کنین، بسیار قابل مزه و قابل استفاده است. و همه تا پنیر خام که بسیار نرم و ملایم و خوبش آمده، امیدوار هستم که از شما هم درست آمده باشه. اگر تنها توجه کنین و همو ریسپت را که من به مو مقداره که براتون گفتم مراعات کنین. و مرغ هم دیدین، بچگک های عزیزم و دخترهای گلم که در پورتمونا زندگی میکنین، دیدین که با یک مساله زدن و در داشت موندن چی یک مرغ آلا که بویش همه جای حتی یاسور میسیگه که ما را دیوانه کرده از پشت ورسی بسیار بیتابی میکنه. و شوهرم که آمد گفت که چی حالا داختین، یک بویست که عین از روی سرک احساس میشه. و وقتی که نزدیکتر آمد فهمید که بوی از خانه ماست و این بوی بوی مرغ است. امیدوار هستم که شما هم همتون مزه‌دار پخته کنین و ما حالی یک دانه مرغ میگیرم، یک خوردش باشه که بتونم زودتر استفاده کنم. و همتون یک قاشق از این سلاته میگیرم. ببینید این سلاته من بخاطر گتوبت نکردم که هر کسی که میگیره میتونه دانه‌های زیتونیشه همتون لیمو را استفاده کنه و بگیره، بسیار خوب معلوم میشه. میدالی را به یاد شما عزیزای خود، به یاد همه دوستای خود، به یاد همه کسایی که در مسنجر، در یوتیوب تمام هفته را بر من مسیج مانده بودن، نوشته کردن. آره مسیج ها بسیار دراز شده، بسیار زحمت میکشن. خاکتان شما، بسیار تشکر میکنم ازتان. اولی قاشق سلات میخورم. ما هم در اون بلندی که رفتیم بسیار گشنه و خسته شدیم. این اولین بار بود در این 16 ساله که من در این خانه آمدم، این اولین بار بود که من در اون بلندی بلند بالا شدم و بسیار برم مشکل بود. سلات خوب مزه دار است، خاطر من جمع شد. حالا میایم در قسمت مرغ که مرغ هم ببینید که چطور نرم شده.
قلم شده کمی که تکیش میتی و خطا میخوره. پیش او خوارا برادرم که در پارتمان زندگی میکنم شکر سرفروی سرفراز هستم که بسیار خوبش آمده و بسیار ملایم و نرم و آنها احمد تا پنیر جانانه خون پنیر که روزها و هفته ها همه ماتل بودن و منتظر بودم که پنیر خام چی وقت ریسپتش تهیه میشه. امروز وقتش بود، وقت وادش بود براتون تهیه کردم به یاد همتون. وقتی زدان بانید میفهمین که چه ملایمه و چقدر آلاس. واقعا من شما را به خدای پاک بسپارم تو هفته بعدی آرامی، خوشی و اتفاق از همه سعدمندی نصیب هر خانواده افغان ما باشه، نصیب خانواده ایرانی ها، دوستای ما، از تاجیکی های ما، از همه کسایی که بیننده ما هست باشن. من شما را به خدا میسپارم تا هفته بعدی. خداوند یار و مددگارتان.